به نام خدا، سلام، کرمی هستم در خدمتتونم با آموزش قسمت A Unit 10 کتاب Starter از مجموعه کتاب های American English File. خب میریم برای 10A. It changed my life. این زندگی من رو تغییر داد. همطور که از این جمله هم پیدا هست، ما میخواییم گذشته رو یاد بگیریم که مشخصا گذشته ساده رو در این بخش یاد خواهیم گرفت. Simple past، گذشته ساده، و regular verbs رو، یعنی افعال باقاعده رو، در قسمت گرامر یاد میگیریم. در بخش واژگان هم common verbs قسمت سوم رو یاد خواهیم گرفت. ما تا الان دو قسمت common verbs رو با هم دیگه داشتیم، یعنی افعال پرکار و پر استفاده. در بخش تلفظ هم regular simple past endings رو با هم یاد میگیریم که افعال باقاعده وقتی که میخوایم در حالت گذشته بگیم، سه تا در واقع دستبندی هست برای تلفظشون که من مفصل به وقتش براتون توضیح خواهم داد در قسمت تلفظ. خب where did you live؟ کجا زندگی کردی؟ ببینید جمله گذشته هست. Where did you live؟ کجا زندگی کردی؟ I lived with a family in Hanoi. من زندگی کردم با یک خانواده در هانوی که پایتخت ویتنام هستش. خب درس شروع میکنیم، میریم برای بخش اول که grammar has simple past regular verbs، گذشته ساده، افعال باقاعده، regular یعنی باقاعده. A school year abroad is a student exchange program. یه برنامه هست حالا توی کشورهای اروپایی، حالا یا مثلا آمریکا، کانادا، حتی مثلا شرق آسیا هم یه همچین چیزی هستش. دانش آموزا تبادل میشن. مثلا فکر کنید که یک دانش آموزی از ویتنام میره به آمریکا، یک دانش آموزی از آمریکا میاد به ویتنام. این دو نفر، دو دانش آموز با هم دیگه تبادل میشن، من میرن عضو خانواده همدیگه میشن برای حالا یه مدتی، که این در واقع اسم این برنامه هست. school year abroad یعنی سال تحصیلی، میتونیم اینجوری معنی بکنیم، سال تحصیلی خارج از کشور. as a student exchange program هست یک برنامه تبادل دانش آموز که الان براتون توضیح دادم. Every year hundreds of high school students study abroad and stay with a host family. هر سال یا هر ساله صدها دانش آموزای دبیرستان، high school students، صدها دانش آموزایی که در مقطع دبیرستان هستن، study abroad and stay with a host family. خارج از کشور، abroad یعنی خارج از کشور، درس میخونن یا تحصیل میکنن. and stay with a host family و میمونن، stay میمونن با یک خانواده میزبان، host family یعنی خانواده میزبان. مکنزی نیگل was in Vietnam last year with 15 other American students. این آقا که حالا اسمش الان خوندیم، آقای مکنزی بود در ویتنام سال قبل با 15 تا دانش آموزای آمریکایی دیگه، یعنی مجموعاً 16 نفر این برنامه اکسچنج رو در ویتنام انجام دادن. Match the sentences and pictures. ما باید این در واقع جمله ها رو که در این قسمت می‌بینید با این تصاویر بیایم و مچ بکنین. خب یه بار تصاویر رو با هم دیگه مرور داشته باشیم. ببینید در این تصویر، خب این آقای مکنزی مادرش رو گریه می‌کنه و میبینید که در فرودگاه هست. در تصویر دوم سوار هواپیما شده و داره با حرف دیگه صحبت میکنه. در تصویر سوم حالا رسیدن در حالا ویتنام. در تصویر چهارم چند نفر دارن ازشون استقبال میکنن. در تصویر پنجم اینجا داره کلمات رو به زبان ویتنامی یاد میگیره. و در تصویر ششم هم که داره با دوستاش به جای میره. خب من تصاویر رو براتون شرح دادم. حالا من این جمله ها رو براتون میخونم. تصویر اول خود کتاب گفته که مربوط به این جمله هست. برای بقیه جمله ها شما باید مچ بکنید با هر کدوم از این تصاویر، بگید که این جمله ها مربوط به کدوم یکی از این تصاویر هستش. خب جمله اول که خود کتاب مشخص کرده رو من براتون میخونم، بعد بقیه جمله ها رو براتون میخونم. My mother cried at the airport in New York. مادر من، my mother cried، گریه کرد، ببین گذشته است، گریه کرد در فرودگاه در نیویورک، که خود کتاب گفته که تصویر اول هستش. خب بقیه یک جمله رو من براتون میخونم. I learned how to say ciao hello
And come on, thank you. من یاد گرفتم. I learned. من یاد گرفتم how to say که چجوری بگم چاو که به زبان ویتنامی هست میشه سلام. And come on و thank you. یعنی میگه من این دوتا کلمه و عبارت رو در زبان ویتنامی یاد گرفتم. We arrived in Vietnam. ما رسیدیم در ویتنام. It was very hot. خیلی هوا گرم بود. I didn't like that. من اونو دوست نداشتم. یعنی اون هوای خیلی گرم و من ازش خوشم نمیومد. دوست نداشتم. We walked to a restaurant for dinner. ما پیاده رفتیم به یک رستوران برای شام. The traffic was crazy. ترافیک دیوونه کننده بود. یعنی خیلی بد بود. The traffic was crazy. I talked to the other students on the plane. من صحبت کردم با بقیه دانش آموزا در هواپیما. I was nervous یعنی من مضطرب بودم، اضطراب داشتم. But excited اما هیجان زده. I was nervous but excited. من مضطرب بودم اما هیجان زده. یعنی هیجان داشتم که برم اونجا رو ببینم، در این حال مضطرب هم بودم. پس nervous و excited دوتا صفت که ما اینجا یاد گرفتیم. Our language گفتم فرقی نمی کنه، هر دو تلفظ درسته. Our language teachers greeted us at the hotel. معلم های زبان ما، our language teachers greeted us، به ما خوش آمدگویی گفتن یا از ما استقبال کردن. At the hotel، در هتل. We started our first class in the evening. ما اولین کلاسمون رو we started our first class اولین کلاسمون رو شروع کردیم در عصر. In the evening. خب حالا با تجربه این که من براتون معنی هم کردم، تصاویرم گویای همه چیز هست، خیلی سریع اعداد رو با این تصاویر مچ بکنید، برمیگردیم هم جواب رو شکل میکنیم هم میریم مرد قسمت بعد. خب من جوابهای درست رو براتون نوشتم، گفتم حالا خیلی ساده هست. حالا یه چیز به طور کلی میخوام بگم. ببینید اینجا ما داریم یک داستانی رو گوش میدیم. My mother cried at the airport in New York. مادر من گریه کرد در فرودگاه در شهر نیویورک. بعد میگه که I talked to the other students on the plane. من با بقیه دانش آموزا در هواپیما صحبت کردم. I was nervous but excited. همینجور جمله رو اگه پشت سر هم بگیم انگار داریم یک داستانی رو روایت میکنیم. و کلمه‌ای که حالا اینجا هایلایت شده هم دقیقاً گذشته ساده هست. همه این جمله ها به جز این جمله، جمله مثبت هست. I learned، من یاد گرفتم. My mother cried، مادر من گریه کرد. We arrived، ما رسیدیم. We walked، ما پیاده رفتیم. I talked، من حرف زدم. Our language teachers greeted us، معلم های زبان ما در واقع از ما استقبال کردن یا به ما خوش آمدگویی گفتن. We started، ما شروع کردیم. اما I didn't like، این جمله منفی هستش. خب که میبینی جمله های مثبت همه آخرشون ایدی گرفته، ولی جمله منفی رو ما didn't رو بردیم، بعد فعل رو در حالت ساده شو بردیم، یعنی دیگه ایدی ندادیم، که البته در قسمت گرامر مفصل کار خواهیم کرد. بریم برای قسمت بعد که C هست. معذرت میخوام، B هستش، ما B رو انجام ندیم. 4.2 listen and check where you write، گوش کنید و بررسی بکنید و آیا شما درست نوشتین یا نه. باید بررسی بکنیم که آیا ما این جواب ها رو درست نوشتیم یا نه. خب پس من یه فایل صوتی رو براتون پلی میکنم، با دقت به تلفظ ها گوش بکنید و تکرارم بکنید. برمیگردیم میریم برای قسمت بعدی. 4.2 1 My mother cried at the airport in New York. 2. I talked to the other students on the plane. I was nervous, but excited. 3. We arrived in Vietnam. It was very hot. I didn't like that. 4. Our language teachers greeted us at the hotel.
We started our first class in the evening. 5. I learned how to say ciao, hello, and gammon, thank you. 6. We walked to a restaurant for dinner. The traffic was crazy. خب به این فایل صوتی گوش دادیم، میریم برای بخش C. Read the story again and complete the chart. داستان رو دوباره بخونید. گفتم وقتی این جمله رو پشت سر هم دیگه بگیم انگار داریم یک داستانی روایت میکنیم. و این چارت رو یا این جدول رو بیاین تکمیل بکنید. What letters do you add to make the positive past form? Which verb is in the negative form? چه حرفایی رو یا چه حروفی رو شما اضافه میکنید به فعلتون تا این فعل رو در حالت گذشته ببرید و اینکه در حالت در واقع منفی هم ما دقیقا باید چی کار بکنیم. خب جواب ها البته دقیقا همین جمله هایی هست که در این قسمت شما میبینین. جواب ها دقیقا همین ها هست که شما باید در این چارت یا جدول بیاین و بنویسین. در این ستون این جملات در حالت در واقع زمان حال اومده. present یعنی زمان حال. my mother cries، مادر من گریه میکنه. I talk to the students، من با دانش آموزا صحبت میکنم. ببینید همه اینها در واقع زمان present یا زمان حال هست. در این قسمت ما باید این فعلا رو که بولد شده ببریم به حالت گذشته با استفاده از همین جملاتی که گفتم در اینجا ما کار کردیم. خب خیلی سریع این فعلا رو بنویسید، برمیگردیم با هم دیگه بررسی میکنیم و میریم برای یاد گرفتن گرامر این درس. بسیار خب، من جواب ها رو براتون نوشتم. My mother cried. I talked to the students. We arrived in Vietnam. I didn't like that. این جمله منفی است، من اونو دوست نداشتم که اونجا منظورش ترافیک بود. I didn't like، ببینید didn't که اومده فعل دیگه در حالت ساده ما باید بیاریم. I didn't like that. Our teachers greeted us. We started our first class. I learned how to say hello. We walked to a restaurant. خب میریم پای تخته مفصل گرامر این درس رو با هم دیگه کار میکنیم. بسیار خوب، گذشته ساده درسی که امروز باید یاد بگیریم. ما گذشته ساده رو کی باید ازش استفاده بکنیم؟ برای گفتن عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تموم شده، حالا دیروز، هفته پیش، ماه پیش، سال پیش، هرچی. پس برای بیان اتفاقی که در گذشته افتاده و تموم شده. البته ما در این درس افعال باقاعده رو میخواییم کار کنیم، یعنی با این پیش فرض که ما اگه بخواییم فعلی رو در حالت گذشته ببریم باید بهش ایدی بدیم. ولی در درس بعدی ما افعال بیقاعده رو هم یاد میگیریم که دیگه این قاعده رو در واقع ازش پیروی نمی کنن، که مفصل برای خود در قسمت خودش براتون توضیح خواهم داد. خب ساختار مثبت گذشته ساده به چه صورت هست؟ ما اول فعل رو میاریم، بعد فعل رو میاریم، بعد بقیه جمله. حالا این فعلی که داریم ازش حرف میزنیم باید بهش ایدی بدیم، مثال بزنیم توی مثالا متوجه میشین. I lived downtown last year. من زندگی کردم مرکز شهر پارسال یا سال قبل. ببینید ما اومدیم به فعلمون ایدی دادیم. اگه مثلا ایدی ندیم جملهمون حال میشه، زمان حال میشه. مثلا میگیم I live downtown، من مرکز شهر زندگی میکنم. درسته این last year هم نمیگیم دیگه، من مرکز شهر زندگی میکنم، I live downtown. ولی اگه ایدی بدیم به فعلمون جمله میره به حالت گذشته. I lived downtown last year، من پارسال مرکز شهر زندگی کردم. He played soccer last night، اون دیشب فوتبال بازی کرد. اون آقا یا اون پسر دیشب فوتبال بازی کرد. همطور که میبینید برای هی، آی، اصلا تمامی ضمایر فاعلی، حالا مثال که بزنم بیشتر متوجه میشی، هیچ فرقی نمیکنه. ما فعل رو بهش ایدی میدیم، یعنی فاعل شما هر چی که میخواد باشه. اگه بخوایم در حالت گذشته ساده بگیم اون جمله رو،
فقط کافیه که به فعلمون ایدی اضافه بکنیم، هیچ چیز دیگه ای نمیخواد اضافه بکنیم، بگیم خب اینا مثلا سوم شخص مفرد این اتفاق براشون میفته، نه همشون به فعل فقط ایدی اضافه میکنیم. خب You worked in Tehran last month. تو کار کردی در تهران ماه قبل. You worked in Tehran last month. میبینی؟ آی باشه، یو باشه، هی باشه، هر چی که باشه ما فقط به فعلمون یه ایدی میدیم. She learned English. اون انگلیسی یاد گرفت. She learned English. اون خانوم انگلیسی یاد گرفت. We talked to my father. ما صحبت کردیم با پدرم. We talked to my father. میبینید؟ دقیقا اومدیم به فعلا یه ایدی اضافه کردیم. They watched TV last week. اونها هفته قبل تلویزیون تماشا کردن. They watched TV last week. خب این از جمله های مثبت در زمان گذشته ساده. البته دو تا مثال دیگه هم هست، من فراموش کردم، ببخشید. سارا stayed in India for 2 years. سارا موند در هند به مدت 2 سال. و علی listened to music yesterday. علی به موسیقی گوش داد دیروز. میبینین فایلای ما چه میخواد ضمایر فاعلی باشه، مثل آی، هی، شی، یو، وی، دی، چه میخواد اسم باشه، سارا، علی، علی ان سارا، درسته؟ در هر حال فقط ما به فعلمون یه ایدی اضافه میکنیم. خب این از ساختار مثبت که با هم دیگه بررسی کردیم. میریم برای ساختار منفی گذشته ساده. در ساختار منفی اتفاقی که میفته این است که ما اول فاعل رو میاریم، بعد did not که مخففش didn't هست رو میاریم، بعد فعلمون و بعد بقیه جمله. نکته که اینجا هست فعلمون باید در حالت ساده باشه. توی مثال هم دیدیم I didn't like، وقتی didn't میاد دیگه ایدی به فعلمون اضافه نمی کنیم. ببینید I didn't live downtown last year. من زندگی نکردم مرکز شهر پارسال. ببینید وقتی didn't میاد دیگه ایدی به فعلمون اضافه نمیشه، در حالت ساده اون فعل میاد. یا he didn't play soccer last night. اون دیشب فوتبال بازی نکرد. درسته؟ You didn't work in Tehran last month. تو ماه قبل در تهران کار نکردی. She didn't learn English. او انگلیسی یاد نگرفت. حالا من این نکته رو بهتون بگم که هیچ موقع دیگه یه همچین اشتباهی رو نداشته باشید که مثلا هم ایدی بیارید هم دید میارید. ببینید در زبان انگلیسی و مخصوصا برای زمان گذشته ساده که الان اینجا مورد بحث ما هست، یک نشونه برای گفتن اینکه این جمله زمانش گذشته هست کافیه. حالا این نشونه یا ایدی هست یا دد هست، دوتاش توی جمله نمیاد. پس این دقت داشته باشین، اگه جملتون مثبت باشه به فعل ایدی میدیم، اگه جملتون منفی باشه و البته سوالی هم باشه ما دد میاریم. دو تای اینا با هم در یک جمله نمیاد. یا ایدی باید بیاد که برای جمله‌های مثبت میاد، یا دد میاد که برای جمله‌های منفی و سوالی میاد. البته این نکته رو یه بار دیگه میگم که ما الان داریم افعال با قاعده رو یاد میگیریم. یعنی چی؟ یعنی ما از این قاعده داریم در واقع پیروی میکنیم که به فعلمون ایدی بدیم. حالا در درس بعدی یاد میگیریم که بعضی از فعلا بی قاعده هستن. من اصلا دیگه توضیح بیشتری نمیدم که در واقع قاطی نکنید و نترسین علک. خب میریم برای ساختار سوالی گذشته ساده. برای جمله در واقع سوالی گذشته ساده ساختار مثبت رو ببینید. فاعل، فعل، بقیه جمله. یه دونه دد بیاریم اولش میشه جملهمون سوالی. دد، فاعل، فعل، بقیه جمله. میبینید؟ مثالم بزنیم. Did they watch TV last week? آیا اونها تلویزیون تماشا کردن هفته قبل؟ همطور که مشاهده میکنین ما دوباره اینجا ایدی اضافه نکردیم به فعل اصلیمون، چون did رو آوردیم و با آوردن did داریم میگیم آقا زمان این فعل گذشته است. پس دیگه نیازیست که بخوایم ایدی هم مثلا به فعلمون اضافه بکنیم. برای جواب دادن هم فکر میکنم تا الان دیگه متوجه شده باشین چندین و چند بار ساختارا رو کار کردیم. گفتیم از همین دوتا کلمه استفاده میکنیم. Did they، حالا اصلا کار به بقیهش نداریم. Did they
Yes, they did. آیا اونا تلویزیون تماشا کردن هفته پیش؟ بله کردن. No, they didn't. نه نکردن. بازم میگم که این didn't مخفف did not هستش. Did Sara stay in India for 2 years? آیا سارا در هند موند به مدت 2 سال؟ Yes, she did. No, she didn't. بله موند. نه نموند. Did Ali listen to music yesterday? آیا علی به موسیقی گوش داد دیروز؟ Yes, he did. No, he didn't. بله گوش داد. نه گوش نداد. خب من این نکترم در مورد تلفظ کلمه did بگم. اگه خاطرتون باشه ما حرف آی رو صدای کوتاهش رو گفتیم، گفتیم خیلی نزدیک به ای هستش. خب مثلا میگفتیم که it is یا مثلا this is و این هم همینه. نمیگیم دید، ببین نمیگم دید، میگم دید، دید. و این نکته رو از نظر تلفظی تو ذهنتون داشته باشین. خب اگر من بخوام کلمه پرسشی داشته باشم، کلمه پرسشی دبلیش داشته باشم، مثل تمام ساختار زبان انگلیسی، اون ساختار yes no questionش رو اگه در نظر بگیریم، کلمه یا عبارت WH رو میاییم اول اون ساختار اضافه میکنیم و جمله ما در واقع تبدیل میشه به جمله سوالی WH. ببینین When did he play soccer؟ چه موقعی اون فوتبال بازی کرد؟ ساختار نگاه کنین، When که کلمه WH ما هست، بعد فعل کمکی did، بعد he، بعد در واقع هی منظورم فایل هست، پلی که فعل اصلی هست و بقیه جمله. همطور که مشاهده میکنید بازم چون ما دید داریم دیگه ایدی به فعلمون اضافه نمیکنیم. یا where did he play soccer؟ کجا اون فوتبال بازی کرد؟ اینجا شد چه موقع اون فوتبال بازی کرد؟ when، چه موقع اون فوتبال بازی کرد؟ اینجا گفتیم where did he play soccer؟ کجا اون فوتبال بازی کرد؟ خب مبحث گذشته ساده رو با هم دیگه بررسی کردیم. من فقط یه نکته رو اینجا بگم که البته در خود کتابم مفصل بهش پرداخته و منم اشاره میکنم. اما ببینید فعلایی که آخرشون ای داره، الان اینجا live، من از قصد این فعل رو تو مثال آوردم که این نکته در واقع املایی بهتون بگم. البته یه نکته املایی دیگه هم هست و نکات تلفظی دیگه که برمیگردیم در کتاب کار میکنیم، اما من اینو حالا تا تنور داغه و شاید برای شما سوال ایجاد شده باشه بگم. ببینید live الان اینجا آخرش ای هست. اگه یه فعلی با قاعده باشه، وقتی که این با قاعده یعنی چی؟ یعنی به آخرش ما ایدی اضافه میکنیم. اگه یه فعلی با قاعده باشه و آخرش ای باشه مثل live، وقتی که بخوایم ایدی بهش اضافه کنیم دیگه اون ایه رو نمی نویسیم، یعنی فقط ایدی بهش اضافه میکنیم و ایه خودش رو حذف میکنیم. میبینید اینجا این اتفاق افتاده، live با ای، ایدی که بهش اضافه میکنیم دیگه ایه خودش رو نمی نویسیم. خب گذشته ساده رو کامل یاد گرفتیم و یکی از مهمترین کاربرد گذشته ساده زمانی است که مثلا ما میخوایم یک خاطره رو بگیم، یک داستانی رو تعریف بکنیم که در گذشته اتفاق افتاده. دقیقا مثل کاری که مکنزی انجام داده بود که گفت مثلا ما اونم گریه کرد، من مثلا هاوی ما این کار، یعنی به ترتیب کاری که انجام داده بود رو همه رو اومد در گذشته گفت. و همونطور که گفتم یکی از مهمترین در واقع کاربردش هم همین هست که یک سلسله اتفاقات رو ما در گذشته بیاییم و پشت سر هم تعریف بکنیم. خب برمیگردیم به کتاب. خب بخش گرامر رو پای تخته یاد گرفتیم، میریم به قسمت گرامر بانک 10A صفحه 110 و نکاتی که کتابم گفته اونجا با هم دیگه بررسی میکنیم و تمرین رو انجام میدیم و برمیگردیم. خب اومدیم به صفحه 110، 10A simple past regular verbs، گذشته ساده افعال با قاعده. من این فایل صوتی رو براتون پلی میکنم. این ستون جمله های مثبت هست، اینجا جملات منفی و در این قسمت هم جمله های سوالی رو میبینید، yes no question و wh question. من این فایل صوتی رو پلی میکنم، با دقت گوش کنید و تکرار بکنید. برمیگردیم میریم قوانین این قسمت رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. 4.3 I arrived early. I didn't arrive early. You learned Spanish.
You didn't learn Spanish. She liked the movie. She didn't like the movie. It rained yesterday. It didn't rain yesterday. We talked to the teacher. We didn't talk to the teacher. You worked late. You didn't work late. They walked to a cafe. They didn't walk to a cafe. Did you visit the museum? Yes, I did. No, I didn't. Did he cook dinner? Yes, he did. No, he didn't. Did they study French? Yes, they did. No, they didn't. Where did you live? Near the university. What did she study? History and economics. How did you travel to school? By bicycle. خب به این فایل صوتی هم گوش دادیم. من براتون معنی بکنم این جملات رو. I arrived early. من زود رسیدم. Early گفتیم یعنی زود. Late یعنی دیر. I arrived early. من زود رسیدم. I didn't arrive early. من زود نرسیدم. ببینید الان در جمله مثبت ما اومدیم و به فعلمون ایدی دادیم، ولی در جمله منفی وقتی که didn't میاد دیگه اون ایدی از فعل حذف میشه. You learned Spanish. تو اسپانیایی یاد گرفتی. You didn't learn Spanish. تو اسپانیایی یاد نگرفتی. She liked the movie. اون از فیلم خوشش اومد. She didn't like the movie. اون از فیلم خوشش نیومد. It rained yesterday. دیروز بارون اومد. گفتم rain حالا هم به قول معروف اسم هست و هم فعل هست که ما اینجا و تا الان فکر کنم همش فعلش رو یاد گرفتیم. rain یعنی بارون باریدن. خود rain یعنی بارون باریدن. و وقتی که بخوایم این در واقع این عمل رو بگیم، بگیم مثلا داره بارون میاد یا مثلا بارون اومد، گفتیم فاعل اون جمله باید it باشه. مثل ساعت که مثلا میگفتیم که what time is it، مثلا میگفتیم که it is مثلا 10. اوکی. یه سری از چیزها در انگلیسی فایلشون ات هست، مثل همین آب و هوا، مثل همین در واقع ساعت که وقتی که میخواییم بگیم. پس این ات معنای خاصی نداره، صرفا به خاطر اینکه جملمون نیاز به یک فایل داره ما این ات رو میگیم. It rained بارون اومد. Yesterday دیروز. It didn't rain yesterday دیروز بارون نیومد. We talked to the teacher ما با معلم صحبت کردیم. و اینم دقت داشته باشین، talk حرف اضافهش to هست. talk to، we talked to the teacher. we didn't talk to the teacher، ما با معلم صحبت نکردیم. you worked late، تو تا دیر وقت کار کردی. you didn't work late، تو تا دیر وقت کار نکردی. اینجا late هم میتونیم بگیم دیر، هم میتونیم بگیم تا دیر وقت. اوکی. You worked late. تو تا دیر وقت کار کردی. They walked to a cafe. اونها پیاده رفتن به یک کافه. They didn't walk to a cafe. اونها پیاده نرفتن به یک کافه. خب جملات سوالی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. Did you visit the museum؟ آیا تو از موزه دیدن کردی یا بازدید کردی؟ Yes, I did. بله این کار انجام دادم. No, I didn't. نه این کار انجام ندادم. ببینید جواب هم با همین دوتا کلمه هست، فعل کمکی و فاعل. auxiliary یعنی فعل کمکی. من این نکته رو اشاره بکنم که این did اینجا
فعل کمکی ما هستش و وقتی که میگیم فعل کمکی یعنی به کمک ما میاد تا جمله‌ای درست بکنیم که مشخصا در گذشته ساده، ببینید در گذشته ساده ساختار مثبتش فعل کمکی نداره، ساختار مثبت فعل کمکی نداره، فاعل داریم و فعل که حالا فعله در موقع حالا یا ایدی میگیره یا اگر بی قاعده باشه که اتفاق دیگه برش میفته، ولی برای جمله منفی و برای جمله سوالی ما همیشه گفتیم برای ساختن جمله منفی و جمله سوالی ما همیشه نیاز به فعل کمکی داریم. حالا دو تا ساختار در زبان انگلیسی هستن که ما اتفاقا دو تاش هم دیگه الان یاد گرفتیم. اینا در حالت مثبتشون فعل کمکی ندارن. یک، حال ساده. دو، گذشته ساده. مثلا من میگم که I get up early، من زود بلند میشم، درسته؟ I get up early. حالا اگه بخوام بگم من زود بلند نمیشم میگم I don't get up early. خب پس ما یه دوی از بیرون آوردیم به عنوان فعل کمکی و not بهش دادیم و تونستیم با جمله منفیمون رو بسازیم. حالا یا دو یا داز، اگه هی یا شی باشه گفتیم که داز میگیم. برای سوالیش هم همینطور، Do you get up early؟ آیا تو زود بلند میشی؟ پس یه ساختار حال ساده هست که در حالت مثبتش فعل کمکی نداره و ما یه فعل کمکی از بیرون میاریم برای درست کردن جمله های منفی و سوالیش که دو یا داز هستش. یه ساختارم گذشته ساده هست که همطور که میبینید در حالت مثبت فعل کمکی وجود نداره، ما یه did از بیرون میاریم که بتونیم باهاش در واقع جملات منفی و سوالی خودمون رو بسازیم. اوکی، تمامی ساختارهای دیگه‌ای که در زبان انگلیسی تا الان یاد گرفتیم و یاد خواهیم گرفت، تمامی ساختارها در حالت مثبتشون فعل کمکی داره و ما فقط برای منفی کردنش کافیه نات بهشون بدیم و برای سوالی کردنش هم کافیه جاش رو با فاعل عوض بکنیم. فقط حال ساده و گذشته ساده است که در بخش مثبت در واقع فعل کمکی نداره و ما یه فعل کمکی از بیرون میاریم تا بتونیم جملات منفی از سوالیش رو بسازیم. بسیار خوب، این نکته من گفتم داخل پرانتز بهتون بگم که خیلی این میتونه برای یاد گرفتن بقیه گرامرهایی که داریم بهتون کمک بکنه. سوال بعدی، Did he cook dinner؟ آیا اون شام پخت؟ Yes he did، No he didn't. بله پخت، نه نپخت. من نکته در مورد cook بگم. ببینید ما خب قبلا مثلا میگفتیم make dinner یا مثلا make lunch، make breakfast. این make dinner با حالا اینجا کتاب گفته cook dinner فرقش چیه؟ وقتی که میگیم cook مشخصا داریم عمل پختن، مثلا یه غذایی رو طرف میپزه، حالا چون دینر هست مثلا چه میدونم قرمه سبزی هست، قیمه هست، یه چیزی رو در واقع میپزه، درسته؟ ولی وقتی که میگیم میک یه چیز کلی هست، مثلا فکر کنید که نونپنیر رو انگور میاره و میخوریم، یعنی عمل پختنی انجام نشده. پس این دقت داشته باشید، make خیلی کلی هست، یعنی شام آماده کردن، ولی cook مشخصا یعنی پختن، یعنی این غذای شما میپزی. اوکی، ولی make یعنی آماده کردن. شاید یه غذایی رو پختی و به قول من شام رو آماده کردی، شاید مثل همون نون پنیر انگوره اصلا غذایی نپختی، پس هر دو میشه، ولی cook فقط عمل پختن هستش. اینو بهش دقت داشته باشه. Did they study French؟ آیا اونا فرانسوی خوندن؟ Yes they did، No they didn't. و اینا هم که سه تا جمله WH question هستش. Where did you live؟ کجا زندگی کردی؟ Near the university، نزدیک دانشگاه. What did she study؟ اون چی خوند؟ History and economics، تاریخ و اقتصاد. اینا هم رشته‌ای هست که در حالا دانشگاه اینا مثلا میتونیم بخونیم. History یعنی تاریخ و economics یعنی اقتصاد. How did you travel to school؟ چطور تو به مدرسه سفر کردی؟ حالا من این نکته رو اینجا بگم، travel رو ما میگیم سفر کردن. خب
ولی به اون معنی که حتما سفر بیرون شهری باشه نیست، یعنی میتونه سفر درون شهری هم باشه. شما از خونه میری مدرسه، از خونه میری به قول معروف سر کار، اوکی؟ پس این هم میتونیم travel بگیم. How did you travel to school؟ چطور به مدرسه سفر کردی یا رفتی؟ میتونیم حالا اگه اینجا به قول معروف نخواهیم یه سوء تفاهم پیش بیاد، اینجا منظورش از travel گفتم درون شهری است. چطور به مدرسه رفتی؟ by bicycle، با در واقع دوچرخه. خب این موارد رو با هم دیگه خوندیم و من نکاتی رو خدمتون عرض کردم، اما میریم برای قوانینی که بیشترش هم خودمون گفتیم. Use the simple past for finished actions، از گذشته ساده برای اکشن ها یا عمل هایی که تموم شده استفاده کن. finished هستش، یعنی عمل تموم شده، یک زمانی در گذشته اون عمل اتفاق افتاده و تموم شده. The simple past is the same for all persons. For example, I arrived, you arrived, they arrived. اینم که گفتم فرقی نمیکنه فاعل شما چی باشه، در هر حال ما فعلمون یکیه. اینجا میبینید فاعل های متفاوت اما فعلا همه ایدی گرفته. برای منفی و سوالش هم همینه، فرقی نمیکنه. خب didn't هم که اشاره کردم مخفف did not هست و word order ترتیب کلمه رو میبینیم. برای ساختار مثبت ما اول subject بعد verbی که ed بهش میدیم رو میاریم. You played soccer، تو فوتبال بازی کردی. برای منفی هم subject auxiliary بعد base form. حالا اینجا ما به auxiliary یا فعل کمکیمون هم not باید اضافه بکنیم. I didn't play soccer، من فوتبال بازی نکردم. این نکته هم که من گفتم نمیایم هم did بیاریم تو جمله هم ed بیاریم تو جمله. I didn't played اشتباه هست. مثبت yes no question هم فعل کمکی، فاعل و فعل اصلی. did you play soccer، آیا تو فوتبال بازی کردی؟ نمیگیم did you played، همین نکته که اینجا اشاره کردم. و wh when did you play soccer، چه موقعی تو فوتبال بازی کردی، که نمیگیم when did you played. خب این نکات رو با هم دیگه بررسی کردیم، اما یه سری قانونای نگارشی یا spelling هست، من اینا رو براتون توضیح بدم. spelling rules regular simple past verbs، وقتی که بخوایم فعلای با قاعده رو بنویسیم یه سری نکته هست که باید اینجا در واقع بهش حواسمون باشه. خب ببینید در حالت اصلی ما گفتیم که میایم و به فعلمون ایدی اضافه میکنیم، مثل walk که میشه walked، میبینین ایدی رو فقط اضافه میکنیم، add ایدی. rain یعنی بارون باریدن که rained. start started، خب walk قدم زدن یا پیاده جایی رفتن، rain بارون حالا باریدن، start هم یعنی شروع کرد. اما همونطور که پای تخت هم اشاره کردم اگه آخر فعلمون ای باشه، مثل arrive رسیدن، change تغییر کردن یا تغییر دادن، هر دو درسته، و move حرکت کردن، اگه آخر فعلمون ای باشه ای رو حذف میکنیم بعد ایدی اضافه میکنیم. ببینید arrived، changed، moved، دوتا ای ما نداریم اینجا. خب ببین الان یه دونه ای که خود arrive داره، اگر هم بخوایمش ایدی اضافه کنیم باید عملا دوتا ای داشته باشیم دیگه. این کارو نمی کنیم، ای خود فعل رو حذف میکنیم بعد ایدی بهش اضافه میکنیم. حالا کتاب اومده گفته که فقط دی اضافه میکنیم، فرقی نمیکنه، یعنی دوتاش یکیه. کتاب گفته که ما فقط دی اضافه میکنیم، یعنی ای فعل میمونه، فقط دی اضافه میکنیم. من گفتم آقا ای فعل رو حذف میکنیم ایدی اضافه میکنیم، هر دوش یکیه. حالا چرا من دارم تاکید میکنم میگم اینجوری تو ذهنتون بسپارید؟ به خاطر اینکه دیگه قاطی نمیکنید، میدونید که آقا افعال با قاعده همشون یه ایدی بهش اضافه میکنیم. پس گفتم فرقی نمیکنه بگیم آقا ای رو حذف میکنیم ایدی اضافه میکنیم یا فقط ای میمونه و دی اضافه میکنیم، هیچ فرقی در نتیجه نداره. خب اما cry و try، ببینید آخر فعل ما why هست و حرف قبلش هم یک حرف بی صدا هست. اگر یه همچین اتفاقی افتاد ما باید why رو تبدیل به I بکنیم و بعد به فعلمون ed اضافه بکنیم. همین اتفاقی که اینجا افتاده، why تبدیل به I شده و ed گرفته. اینجا هم که نوشته consonants plus why که تبدیل میشه به ied. consonants یعنی حرف
بی صدا. الان اینجا قبل از وای ما یک حرف بی صدا داریم که در هر دو فعلمون هم آر هستش. اما مثلا فعل پلی که من توی مثالا هم زدم و فکر میکنم اینجا هم داشتیم اگه اشتباه نکنم، اینجا نداریم. حالا اشکالی نداره، من توی تصویر براتون می‌نویسم. ببینید فعل پلی حرف آخرمون وای هست، ولی حرف قبل از وای یک حرف صدادار ای هست، حرف بی صدا نیست. به همین خاطر نیاز نیست که وای تبدیل به آی بشه بعد ایدی بگیره، فقط میایم بهش یه ایدی اضافه میکنیم. پس این قانونی که اینجا برای وای گفته دو تا وجه داره، هم آخر فعلمون وای باشه و هم حرف قبلش یک حرف بی صدا باشه، که اگر صدادار باشه مثلا این پلی که براتون مثال زدم، این قانون براش در واقع صدق نمیکنه. خب و مورد آخر، اگر آخر فعل ما بی صدا، ببین دارم از آخر میگم، بی صدا، صدادار بی صدا باشه، آر بی صدای ای، صدادار اف هم بی صدا. چند بار تو الان گفتم دیگه حروف صدادار ای، ای، آی، او، یو هستن، غیر از اینا تمامی حروف دیگه حروف های بی صدا هستن. ای، ای، آی، او، یو حروف صدا دارن، بقیه حروف بی صدا. الان اینجا دقیقا یه اتفاق افتاده، بی صدا، صدادار بی صدا، یا اصلا در واقع فعل استاپ بی صدا، صدادار بی صدا. چه اتفاق میفته اگه یه همچین چیزی رو ما در واقع باش مواجه شدیم؟ باید بیایم و به اون فعلمون یک بار دیگه اون حرفی که در انتهای اون فعل هست رو یک بار دیگه اضافه بکنیم بعد ایدی بدیم. یعنی آر اینجا یه بار دیگه تکرار میشه بعد ایدی میگیره، پی اینجا یه بار دیگه تکرار میشه بعد ایدی میگیره. خب من معنی اینا رو براتون بگم، این فعلا رو براتون نگفتم فکر میکنم. cry یعنی گریه کردن، try همیشه تلاش کردن و همیشه یک چیز جدیدی مثلا امتحان کردن، prefer ترجیح دادن و stop هم یعنی متوقف شدن یا متوقف کردن یک چیزی. بسیار خب، نکات املایی این قسمت رو ما هم دیگه کار کردیم، الان وقتشه که بریم برای تمرین ها. خب 10A تمرین A، write sentences in the simple past. یه سری جمله اینجا کتاب به ما داده که این جملات در حالت در واقع زمان حال هستن. مثلا he listens to pop music، اون به موسیقی پاپ گوش میده. این جمله حال ساده هست، ما باید این جمله رو ببریم به گذشته ساده، یعنی اون به موسیقی پاپ گوش داد در گذشته. خب این کار رو انجام بدید. الان اینجا he listens to pop music شده he listened to pop music. این کار رو برای این 12 تا جمله انجام بدید، برمیگردیم جوابا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب دوباره برگشتیم، بریم برای بررسی کردن این جملات. They worked in a hospital، اونها در یک بیمارستان کار کردن. I finished work late، من دیر وقت کارم رو تمام کردم. He liked the movie، اون از فیلم خوشش اومد. You lived in Vietnam، تو در ویتنام زندگی کردی یا شما در ویتنام زندگی کردی. I studied Spanish، من اسپانیایی خوندم. She walked to work، اون پیاده رفت سر کار. He preferred the red car، اون ماشین قرمز رو ترجیح داد. They played tennis، اونها تنیس بازی کردن. You talked a lot، تو زیاد حرف زدی. You talked a lot. من این نکته رو بگم، توی مثالا که داشتیم با هم دیگه بررسی می‌کردیم گفتم حرف اضافه talk to هست، درسته؟ صحبت کردن با کسی، ولی اگه فقط بخوایم بگیم صحبت کردن دیگه حرف اضافه نمی‌خوایم بگیم دیگه. اینجا مثلا you talked a lot، تو زیاد حرف زدی، چون اینجا با منظورم با کسی حرف زدن نیست دیگه که بخوایم تو رو براش استفاده بکنیم. خب the train stopped in Shanghai، قطار در شانگهای متوقف شد یا ایستاد. We exercised in the morning، ما در صبح ورزش کردیم. و این جمله رو من این پایین نوشتم، she changed money at a bank near here، اون پول رو در واقع تغییر داد، یعنی مثلا رفته ریال داده دلار گرفته، یعنی مثلا برعکس اون پولش رو تغییر داد یا اون پول رو تغییر داد در یک بانک near here، یعنی نزدیک اینجا. خب میایم برای این قسمت. Complete the dialogues with the bold verb in this
in the simple past positive negative or question. خب یه سری جمله اینجا هست، حالا میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، یا میتونه سوالی باشه. فعلای این جمله ها رو کتاب به ما داده و ما باید این جملات رو تکمیل بکنیم. الان اینجا جمله اول فعل ما پلی هست و دو تا جای خالی بوده اینجا که به خاطر اینکه جواب میگه yes ما متوجه میشیم که خب این یک جمله سوالیه، yes and question بوده دیگه، که کتاب اومده حل کرده. Did you play golf last weekend؟ آیا تو آخر هفته قبل، last weekend، weekend یعنی آخر هفته، last هم یعنی اصلا قبلی، آخر هفته قبل گلف بازی کردی؟ که تلفظش من گفتم گلف. Yes I played on Saturday. بله من بازی کردم در شنبه. خب به همین صورت جمله مثبت، منفی و سوالی فعلا هم که کتاب داده این جای خالی رو پر بکنید، برمیگردیم جواب رو به هم دیگه بررسی میکنیم. خب جواب های این قسمت رو من براتون نوشتم، بریم با هم دیگه بررسی داشته باشیم. Where did you park the car؟ کجا ماشین رو پارک کردی؟ I parked it near the restaurant. من نزدیک رستوران پارکش کردم. Did you finish your homework؟ آیا تو تکلیفت رو یا تکالیفت رو تموم کردی؟ No I didn't. نه تموم نکردم. It was very late. خیلی دیر وقت بود. What did you study last year؟ پارسال چی خوندی؟ I studied English, math, science and more. انگلیسی، ریاضی، علوم و چیزای دیگه، اینا رو من خوندم. I studied. When did you arrive in Japan؟ چه موقعی در ژاپن رسیدین یا رسیدین؟ اینجا منظور شما هست که در جواب میگه We arrived very late. ما خیلی دیر وقت رسیدیم. Around one in the morning. حدود یک صبح. Did you cry in the movie؟ آیا تو مثلا اینجا منظورش این نیست که مثلا آیا تو در فیلم گریه کردی، منظورش که مثلا شما یه فیلم دیدی و مثلا وقتی فیلم رو دیدی گریه کردی. Did you cry in the movie؟ میگه No I didn't. نه گریه نکردم. But my husband cried a lot. اما شوهرم خیلی گریه کرد. Did you like the meal؟ آیا از غذا خوشت اومد؟ No I didn't like it very much. نه خیلی، این very much، خیلی ازش خوشم نیامد. The salad was terrible. سالاد افتضاح بود. Terrible یعنی very bad. What did you watch on TV last night؟ چی دیدی؟ What did you watch on TV last night؟ در تلویزیون دیشب. I didn't watch TV last night. من دیشب تلویزیون ندیدم. I listened to music and studied. من به موسیقی گوش دادم و در واقع درس خوندم. و جمله آخر Did it rain last night؟ آیا دیشب بارون اومد؟ No it didn't rain. نه بارون نیومد. But it was very cold and cloudy. اما خیلی سرد و ابری بود. خب گرامر 10A رو با هم دیگه مفصل کار کردیم، برمیگردیم به صفحه 58.